با درود، تو این ویدیو به معرفی واحد تئوری رانندگی اتومبیل به علاوه عملی در انگلستان میپردازم. همونطور که توی تصویر میبینید، صفحه اصلی دارای 3 تب اصلی هستش. تب اول تب لسن هست که در اون تمام 14 بخش کتاب که شامل بیش از 900 پرسش هست به طور کامل توضیح داده شده. علاوه بر اون ویدیوهای هازارد کامل توضیح داده شده که در مجموع بالای 27 ساعت آموزش ویدئویی هست که به تمامی پرسش ها و پاسخ هاشون تک تک پرداخته شده. اما قسمت شیرین این تب درس اول هست که پرکتیکال نام داره که در اون به تمام پرسش ها و پاسخ ها و اون مطالبی که ما باید بدونیم در رابطه با امتحان عملی پرداخته شده. پرسش های show me tell me، نحوه انجام دادن مانور ها و حتی راوند اباوت و چیزهایی که تو روز امتحان ما باید ازش آگاه باشیم به طور کامل به شکل ویدئویی اینجا هم توضیح داده شده. این به معنی نیست که شما نیاز به آموزگار و یا اینستراکتور ندارید و نیاز به آموزش ندارید، اما دیدن این ویدیوها به ویژه برای افرادی که زبان انگلیسیشون خیلی خوب نیست میتونه استارت خیلی خوبی باشه. در همین تب تب اکسرسایز وجود داره که در قسمت بالای اون ویدیو رو میتونید بیننده باشید و در قسمت پایین تمام اون پرسش های مربوط به همون بخش آورده شده و برای افراد به ویژه افرادی که کمبود وقت دارن، فرصت ندارن کل ویدیوها رو بیننده باشن، میتونن از همین قسمت استفاده کنن و خود نرم افزار اگر ما ایراد داشته باشیم ایراد رو برای ما نشون میده و پاسخ درست رو بهمون نشون میده. تب بعدی تب هازارد هست که شامل 73 ویدیو هستش و اما اینکه هازارد چگونه چیزی هست توی قسمت لسنز توی ویدیو مربوط خودش کاملا توضیح داده شده. تب بعدی تب تست هست که شامل دو مدل تست هست، رندوم تست و ماک تست. ماک تست همون امتحان شبیه سازی شده ی امتحان واقعی هست که 50 مورد از اون رو داریم که در هر کدوم 50 پرسش رو داریم که پشت سر اون 14 کلیپ هازارد به نمایش در میاد و مثل یک امتحان واقعی پشت سر هم اجرا میشه. اما با یک تفاوت و اونم این که این امتحان از امتحان واقعی 7 دقیقه کوتاه‌تر هست. در واقع این امتحان از امتحان واقعی مدار سخت‌تر هستش. و تصور من این هستش که اگر شما بتونید ماک تست این اپ رو قبول بشید امتحان واقعی کار راحت تری باشه. در روز امتحان فاکتورهای مانند استرس یه مدار از وقت ما رو از بین میبره، ولی وقتی که ما 7 دقیقه بیشتر فرصت داشته باشیم این موضوع توی اون فرصت میتونه حل بشه. اما مدل بعدی رندوم تست هست که در این قسمت شما میتونید مشخص کنید از کدوم بخش میخواید امتحان بدید و همینطور این که میخواید امتحانتون چند پرسشه باشه. میتونید از یک بخش یا از کل بخش ها امتحان بدید و تعدادش رو هم خودتون مشخص کنید با توجه به تایمی که دارید. و از اونجایی که رندوم هست هر بار که بازش میکنید امتحانش با دفعه قبلی متفاوت هست. و اما باز اگر پرسشی باقی میمونه میتونید توی همین صفحه از قسمت کامنتش استفاده کنید و پرسشتون رو، پیشنهادتون رو، پیامتون رو برای من بذارید و اینکه با زدن روی دکمه منیو وارد اینستاگرام بشید، ریدایرکت میشید به اینستاگرام و میتونید اونجا پیامتون رو به شکل دایرکت هم به من برسونید.